هم سنش میره بالا شکسته میشه نه بجز اون مسئله اون مسئله ای که این انقدر داره بدی های جامعه رو داره دنبالش میگرده تاثیر روش گذاشته حال من این برنامه رو طولاری نمی کنم برای دوستات بفرست که اگر بدونن مردم دنیا این مردمی که داری میبینی 7 میلیارد و 800 میلیون نفر هستن شرط زندگی چیه و اگر در ایران غذای خوب میخوری آب تمیز میتونی بیا, بیا آبی که امروز مردم میشیگان ندارن بخورن آبی که من در جزیره قناری میخرم میخورم برنامه خب میشیگان بالای 65 سالشون میرسن دیگه تو شکایت داری میکنی براش اگه شما شیر آب و باز میکنی آب میخوری برو حالش رو من هر سری میرم سوپر مارکت مرکادونا اونجا آبمو از مرکادونا میخرم یه فروشگاه زنجیره اینجا 15 تا آب که میگیرم که برای یک هفته من یا یک برای ده روز من کشش داره این 15 تا آبی که میگیرم میارم میرم 15 تا آب من میریزم توی سبد میام میریزم تو ماشین اما ماشین میارم دوباره در میارم دو تا دو تا کل حیات رو میکنم حالا شما فقط لاکچری های منو تو اینستاگرام میبینی حمالی های منه که نمیبینی قربونه به همه ما اینستاگرام ما ثابت کرد همه ما لاکچری هستیم اینستاگرام ما ثابت کرد همه ما والی همه ما مدلیم، همه ما خوشتیپ بی اینا هم که حالا میبینیم تو خیابون اینا همه احتمالاً توریست هم به قول معروف میذارن میرن با ما کار ندارن همه هم که زندگی زندگیامون لاکچری همه چی خود به خود ایناست نه اینجوری خب هر کسی که بخواد بره روی اینستاگرامش نشون بده که مدل نیستیم تو میگی داری با ضربین بین داریم بدبختی رو دو میگریم پس بز کنیم ما میجا ب... ما خوبی رو نشون بدیم یا بدی نشون بدیم اگه خوبی نشون بده که میگه همه ما مدلیم همه ما که خوشبختیم خب بدی رو نشون میدی که میگه اه با ضربین داری میری دنبال بدبختی میگردی خب بعد چیکار کنم نیست من برای که آب همین خونه رو تامین کنم هر ده روز باید برم 15 تا آب بزرگ بگیرم بیارم و این پروسه خرید آب و آب در خونه نزدیک 40 دقیقه برای من وقت میگیره و انرژی میگیره حالا دو تا آب و بردار بیا و حالا آبا رو میخوریم این تمام پلاستیکاشو مثلا جمع کن بیا بر بریز دور اونم یک جای مخصوص داره بریز دور اینا رو که خب شما نمیبینید که خیلی جالبا این مردم مثلا تو ایران دارن شکایت میکنن که پول غذا ندارن بدن این دارن شکایت میکنه که باید بره آبشو باید سنگینه بذاره توی ماشینش بیاره خونه اگر در اینا شیر آب و باز میکنی آب تمیز میخوری خدا تو شکر کن خدا تو شوک کن که در کانادا م. در آمریکا در خیلی از جهات تو اروپا یه همچین موقعیتی نداری تو کانادا تو آمریکا خیلی جای آمریکا شیر آب میشه خورد تو خیلی جای اروپا میشه شیر آب خورد عزیز من فدای فرده... تو چی میگی شیر آب توی انگلیس میشه خورد تو آمریکا میشه خورد حالا میشیگان نه ولی بر خیلی جاهای دیگه آمریکا میشه شیر خورد خ... کانادا شیر میشه خورد تو اروپا هم حساب کن اتریش هست سوئیس هست اینا میشه شیر میخورن تمام ام... تمام یو کی آب میشه خورد تو بشم زندگی خودتو بساز و زندگی خودت تحت تاثیر کسانی که امروز شکست خوردن و علاز سیاسی از نظر ایدئولوژیک شکست خوردن و امروز دارن به تو سیاهی میفروشن خریدار این سخنان مسمسی کسایی که دارن به سیاهی میفروشن امید تو همین چ... یه چند سنیه قبل داشتی میگفتی که یه اه... رپورتر یه شبکه که تو دوست نداری با گاز خودش کشت و لبخند زدی تو, تو... تو داری سیا... این سیاهی فروشی نیست؟ خریدار سخنان بی بی سی خریداری عقب افتادایی منو تو رو نگاه نکن پوریا زراعتی کت پوشه هر روز هم صورتش گل میندازه اینا صحبت میکنه مثل سگ دارن اینو زندگی میکنن توی لندن این مرتزا خیلی خنده داره میگه بس کن آرمین خفش لطفا مرتزا تو خیلی دو... تو از خودت خیلی بدت میاد اگه دوست نداری حرف من تو اینجا چی کار داری میکنی خب به چرا... خودت داری آزار میدی چرا <تصفح> <تصفح> حقوق این آقای پوریا زراعتی اگر بالای سه هزار پون باشه من رگم رو میزنم براتون با سه هزار پون باید یک زندگی داشته باشه زندگی خوبی هم داره آتا سه هزار پون هزار پون میده برای اجاره هزار پوندم پون نمیشه زندگی کرد ولی زندگی معمولی داره نگاه نکنید ببینید رسانه کلک کاملا دوربین بد جور کلک میزنه نگاه کن شما تو اینستاگرام اینستاگرام تو بذار جلو بده چند تا فیلتر بنداز ببین چه جوری صورتت عوض میکنه اینا همه کلکه واقعیت نیست فریب نخور یارو تو بی بی سی تو من و تو اینا نشسته خیلی نایس نشسته برای صحبت میکنه غلط کرده خب تو هم همین کار داری میکنی عاشقتونم شما بشم قدر زندگیتون رو بدونید قدر کشورتون رو بدونید قدر اه واقعا آقای خامنه ای که در رأس این مملکت بدونید به خاطر اینکه ما اگر خامنه ای ها داشتیم در طول تاریخ اینقدر مورد تجاوز قرار داشتیم چی بابای خیلی مسئله بدونید کشور ما واقعا امروز شرط بسیار مناسبی رو داره در خیلی از حوضا اینایی که من دارم میگم ده سال پیش اگر من میگفتم خود امروز من یعنی با اون امیددانای ده سال پیش یه کتککاریشون میشد برای که امیددانای ده سال پیش ببخشید فقط ایران رو دیده بود امروز امیددانا سیاست کشور دیده چند قاره دیده دنیا رو دیده مطالعات جرفتری داشته عقب افتاده های اپوزیسیون رو دیده مسائل گستردهی رو دیده جنگ سوریه رو در موردش تحقیق کرده و اطلاعات خیلی مناسبی رو به دست آورد خب اطلاعات ما دیدیم تو چی رپورت میکنی آخر امید ما دیدیم که تو میری ونکوور وقتی که چیزایی که ما, ما, تو ونکوور دیدیم که چی چیزی که با چیزی که تو رپورت میکنی برای بیننده با واقعیت خیلی واضح مختلف بوده خب رفتی همه جن... دنیا رو دیدی داری به بیننده دروغ میگی ده. امروز باید پخته تر از امیدانه ده سال پیش باشه ما اگه قرار بشه صحبت ده سال پیشمون رو بگیم که پخته تر شده آولی, اولی اولی از از برنامه سازی و تبلیغاتی و اینا واقعا زرنگ این شخص اینا قبول دارم که از اون لحاظ پخته از که چجوری دروغ بگم پخته تر شده خب خوب آموزشش دادن خودش آموزش داده برحال،, برحال دیگه آموزشش دادن دیگه یه یه, یه آموزش گرفته دیگه بلقه حالا یوتیوب یاد گرفته بعضی <applause> که آموزش دیده شما فکر می‌کنین یاد گرفتن این چیزا مثلا سخته شما لازم داره. اگه جمهوری اسلامی بلد بود این کارا رو بکنه که صدا سیماش انقدر افتضاح نبود خب این کاری که این داره میکنه که یاد گرفتنش مثلا شما فکر می‌کنین یه تیم لازمه که بیاد به اینا یاد بده اینا همه این روش کاری که داره میکنه همش رو یوتیوب هست که چجوری الگوریتم یوتیوب چجوری کار میکنه چجوری رشد بدین چجوری برنامه بسازین چه اه, چه چیزایی بخرین همه این چیزا به طور مجانی قابل دسترسی هست اگه بخواین یاد بگیرین چیزی اه, کسی اگه بخواد خودش آموزش بدین اینا رو میتونه یک حماقت نیست مگه ما نداریم حالا هرکی در دین خودش از این تفاسیر داره دیروزت نباید مثل امروزت باشه دیگه بنابراین پس لجبازی با خودمون نباید بکنیم نه شرط کشور ما واقعا بدون هر بر... ببین من گیزی جن... میدونم شما هدفتون خوبه ولی همین چیزا رو میگین که باعث شده که ما مجبور شیم برنامه بسازیم اینکه اولا جوراب فروختن که کار بدی نیست ها نگاه کنید این حرف رو اینجوری که میزنین به جای اینکه بیاین توضیح بدین من گفتم بهتون خب ببینید این روش جنگیدن با این عقاید نیست عقاید امیدانا واقعا خطرناکه خب دانا رو بکنید، امید نادان بلکه جوراب یه زمانی جوراب میفروخته حالا اونو بکنین بهونه علیهش اینا روش جنگیدن با عقاید نیست برای واقعا هم کم ببینید اینا و عقایدی که دا داره پخش میکنه واقعا عقاید خطرناکیه باید یاد بگیرین شما هم روش بهتری پیدا بکنین برای جنگیدن با این عقاید بحثی باور کنید خیلی شرایط به نظر من مناسبی است و مناسبتر خواهد شد و مطمئن باشید اگر ماها هر کدوم خودمون رو درست کنیم زودتر تسلیم میبخشیم به یک زندگی بسیار عالی و مناسب و با استانداردهای بالا در خود ایران شهروندان باید بخوان مردم باید بخوان که در کنار رهبرانشون در خود ایران در کنار بچه های سپاه جاویدان دست به دست هم بدن کشورشون رو بسازن کار آدمای شکست خورده است ماها شکست نخوردیم ماها امیدواریم و خدا رو داریم خودمون رو داریم انرژی خودمون داریم زندگیمون رو میسازیم عاشقتونم همتون رو به خدای ایران میسپارم و این برنامه رو برای دوستاتونم شیر کنید شب و روزگار خوش بدرود به این شما را به خدای ایران می سپارن. این تا چند وقت پیش داشت خدا و پیغمبر و اینا رو به مسلمان فش فوش می داد. یه دفعه نه, نه, چرخش نه, نه, نه. تا بعد یه چرخشی کرد رفت روی او... اورامزدا بعد یه چرخش کرد رفت روی آقا خامنه ای عملن